سال راه، ولی یک حسینیه از اونجا یک خونه ساده. بینندگان عزیز سلام بر شما، با 12 قسمت از سریال مافیای بیت ولایت در خدمت شما هستیم. مجموعه برنامه‌ای که در اون تلاش می‌کنیم نشون بدیم ثروت خامنه‌ای در چه حدیه. خبرگزاری‌ها و منابع رسمی برخی دولت‌ها در سال‌های قبل خبر از ثروت 90 میلیارد یورویی و حتی 200 میلیارد دلاری خامنه‌ای داده بودند. متقابلاً آخوند روحانی هم گفته بود خامنه‌ای جزء خونه کوچیک و یک حسینیه ساده چیزی نداره. اما ما همونجا 15 امپراتوری مالی پیدا کردیم. تا الان 10 امپراتوری مالی خامنه‌ای رو به شما معرفی کردیم. الان به قرارگاه خاتم الاوصیا یا حسا می‌پردازیم. قرارگاه ضد خاتم الاوصیا سال 89 به دستور خامنه‌ای در زیر مجموعه وزارت دفاع درست شده، یعنی یک نهاد دولتیه. اما 9 سال بعد تصادفاً می‌بینید حاج حسین یکتا از سرکرده‌های لباس شخصی‌های قرارگاه عمار به عنوان مدیر عامل بنیاد خاتم الاوصیا از زیر مجموعه‌های فرهنگی سپاه پاسداران معرفی میشه. عجب، پس این نهاد دولتی نیست و ظاهراً سپاهیه. و ثانیاً متوجه میشید کار فرهنگیش هم چماقداریه، ضمن اینکه پوش یک کنسرسیوم نفتی خیلی بزرگ سپاه هم هست. حقیقتاً تا حالا همچین موجود عجیب الخلقه‌ای دیده بودید؟ هم دولتیه، هم سپاهیه، هم فرهنگیه، هم عامل چماقداریه و تازه کنسرسیوم نفتی هم هست. واقعا شما کجای دنیا یه همچین پدیده‌ای پیدا می‌کنی؟ این بنیاد به اصطلاح فرهنگی کنسرسیومی متشکل از 5 پیمانکار بزرگ طرح‌های نفت و گاز و چند مجموعه دیگه. روز 3 خرداد 91 سایت فارسی رادیو دولتی فرانسه این کنسرسیومو اینطوری معرفی کرد. از 100% نیروی انسانی فعال در قرارگاه فقط 5% آنها از بدنه وزارت دفاع هستند. مابقی همه از نیروی متخصص فعال در بخش نفت جذب شدند. خلاصه یعنی این که 5% پاسدار و بقیه پرسنلش کارگر دولتی شرکت نفت هستند که از دولت دستمزد میگیرند اما برای سپاه کار میکنند. و قراردادها هم بدون هیچ گونه تشریفات اداری خارج از نوبت و بدون رقابت به این قرارگاه سپرده میشه. این مجموعه دستن در کار اجرای مقاطعه های ساختمانی و نفتیه و در طرح پارس جنوبی جایگزین شل و ریسپول شده. یعنی سطح سرمایه گذاری و اختلاس و قراردادهاش در یک همچین سطحی. اینها هم چند تا از مهمترین قراردادهای امضا شدهش در بخش نفت و گازه. البته این بنیاد پروژه های دیگه هم داره مثل اینها. این بنیاد 2 بانک هم در اختیار داره که اسامیشون رو مخفی نگه داشتن، یعنی حقیقتاً یک مافیای کامل. بذارید بگم جای پای این نهاد رو چند جای دیگه هم پیدا کرد. مثلا در مسکن مهر که طبعاً بدون تشریفات اداری قرارداد رو گرفته و با بگیر زدن حق دلالی به پیمانکارهای دیگه واگذار کرده و بدون ذره کار مبالغ میلیاردی نامشخصی به جیب زده. خب روشنه که با این همه کار مسئولیت اصلی این بنیاد حفظ نظامه. اعتراف این آخوند رو ببینید که میگه قرارگاه خاتم الاوصیا در راستای تقویت جبهه فرهنگی در کشور شکل گرفته. واضحه که جبهه فرهنگی یعنی محل تغذیه چماقداران ولایی با
خردریزهای رانتی که بابت دلالی پروژه های بدون تشریفات می گیرن. خوب از فرمانده همین قرارگاه بشنویم که خامنه ای ثروت یغما برده مردم ایران رو خرج چی می کنه. میگه حضرت آقا فرمودند عده ای آمدند که اسلام و انقلاب را می خواهند با هم از ما بگیرند. هر کسی هر کاری که می تواند انجام دهد. همین شخص قبل از انتخابات مجلس در سال 96 هم با وقاحت شرکامیزی گفته بود این بار اگر بیایند ریشه تان را می کنند. این خط و این نشان خدا شم را روی سینه امام حسین دیده و ککش هم نگزیده است. این پاسدارها با همچین تفکری تمامی منابع نفتی ایران رو به اسم خودشون کردن تا هیچ تغییر و تبدیلی در وضعیت دولت‌های این رژیم روی وضعیت مالیشون تأثیری نداشته باشه. یعنی هر دولتی از هر باندی اومد کار و کاسبی اینا تضمینی ادامه داره. محمد علیزاده جانشین فرمانده این قرارگاه بعد از امضای توافقنامه توسعه میدان نفتی سومار با حداقل 400 میلیون بشکه نفت میگه که 98% میادین مستقل و مشترک نفتی کشور تعیین تکلیف شدن، یعنی به قباله سپاه و بقیه نهادهای مالی خامنه‌ای در اومدن و فقط 2% اون دولتی باقی مونده. خب هیچ همچین تصویری داشتید که خامنه‌ای و چماقدارهای ولاییش تا کجا دست در سفره مردم ایران کردن؟ تا برنامه بعد، خدا نگهدار.